بچه با ایمیلی که برام اومده باید کار شروع کنیم. وسایل مورد نیازم رسیده. خیلی خوب شد. تماس با برادران وزارت اطلاعات و 113 به عهده خواهر من. من قول میدم که کاری کنم با ما همکاری کنه. من قانعش میکنم. نظر تو چیه گلچن؟ ما حالا دیگه راحت‌تر میتونیم دستورات شبکه‌های ماهواره‌ای رو به مردم منتقل کنیم. چرا مصنوعی بازی میکنی بابا؟ جور دورمی راحت باش. نه من قول میدم که از برادرای وزارت اطلاعات برای تخفیف بگیرم. ماس موسیر. نکن. دیدی؟ راحت باش. با قول ویزا و اقامتی که به ما دادن من مطمئنم که بعد از این ماموریت اقامت خوبی در آمریکا خواهیم داشت. شما نگران مسئله اقامت نباشید. خواهرم مسئله اقامت رو حل کرده. اینم مسئله لازم. دست درد نکنه. بابا تو هم که عشق چارلز برانسون خرد کرده بابا. با اون قیافه غلطت. نگاه ریلکس. امنیت نعمتی است که تحقق آن جز با هوشیاری و مشارکت یکایک آحاد جامعه. شب کجا بودی؟ دیشب چیه بابا؟ از آخرین باری که لوم دادی 2 ساله الان تو زندانم. مگه یادت نیست؟ خوب نشد ها؟ برم یه بار دیگه بیام. شب کجا بودی؟ دیشب؟ آه رفته بودم با همکاری رسانه‌های ماهواره‌ای در یک اقدام چیز ضد امنیتی و در راستای تحرکات استکبار جهانی به یک انقلاب مخمل مخمل کبریتی یا شایدم راه یا شایدم جبرجت جورجت و به عادرت کنم. تو غذای مامانو بده. من قبل از این که بیام خودم به 113 زنگ زدم. من برم جنگی لباسام عوض کنم، لباسای زندانم رو بپوشم. آبا اصلا برای نقشه جاسوسی خوب نیستم. اینا به میگه دیشب کجا بودی؟ به تو جاق. شب کجا بودی؟ هی میگه کجا بودی؟ گرفتی ما را، خفه کردی ما را. اه چیکار داری من کجا بودم؟ کدوم جهنم در ری بودم؟ خب رو زنگ تو بزن به 113. خب رو زنگ تو بزن. تو به من چیکار داری آخه؟ ما رو لو بده. خب رو لو بده دیگه. اه یه تیک آلندرونی. راستی مامان برای بابا پیغام نداری؟ میدونم خیلی دلت براش تنگ شده. از آخرین باری که لوش دادی 10-12 سالی میگذره. خدا کنه که قدر تو بدونه. تو فکر نمی کنی من و مادر نگرانت میشیم؟ چه داد بیداد میکنی بابا؟ چه داد میزنی؟ انگار 30 کیلومتر با هم یه فاصله داریم. با برادرای اطلاعات اینجوری صحبت نمی کنی. به ما که میرسه خونه رو میذاری رو سرت. بیداد. راستی ساکم رو میذارم زیر تخت، برو بگردش دیگه. تلفنم هم اون کنار تخته. باید گیج بازی در نیاری ها. زنگ بزن 113. اون دفعه زنگ زده بود 112 بود چند بود؟ آتش نشانی اومده بود دنبالمون. بده 113 زنگ بزنی ها. 113 بده. اینجا 113 بفرمایید. نخی الان وقت نده. الو بله بفرمایید. فکر میکنم اون با دوستای نابابی آشنا شده. شما خودشی؟ داداششی؟ خواهرشی؟ پس کیشی؟ پس ناباب کیه؟ حاجی دوباره خواهر این پسر زنگ زده، گفته با دوستای نابابش میخوان با استفاده از کانال ماهواره‌ای آحاد ملت رو نارنجی کنن. یه همچی چیزی مخمل پای مقام عظما کنن؟ دقیق حالا نمیدونم همچی چیزی. خودش بچه بابیه، دوستاش نابابن. شما میفرمایید چیکار کنیم حاجی؟ اونو کاملا تحت نظر داشته باشه. ما تحت نظرش داریم. اما میخواستم یه سوال همینجوری بکنم.
تریپ به من به بچه های وزارت اطلاعات میخوره؟ الان تو این حالا، تو این حالا. چرا من رو نگاه میکنین؟ تابلو به این گندگی زده 113 دیگه، اینجا رو نگاه کنین. من اصلا من تحت نظرم ها، بسی که حواستون نیست ها. 113 داده دیگه. آه! اه من تحت تاثیر انقلاب مخملین و استکبار جهانی قرار گرفتم. رسانه های ماهواره‌ای کجا هن؟ مثلا من نمیدونم از من فیلم برداری داره میشه. آه رسانه ها، استکبار. Every night in my dream I see اقامت. من همش تو فکر اقامتم و من برم اقامت چی میشه؟ اقامتم چی شد؟ خدافظ. برادرهای وزارت اطلاعات هم که اومدن با بی ام به دنبالمون، راضی به زحمتتون نبودیم. لاغر دستبندی چیزی میزدین یه خورده همینجوری هیجانش میرفت بالا. من که اینجوری سوار نمیشم، باید یه خورده منو بزنین. برو تو ماشین. عجب منو میزنین شما برادرها. نه منو پرتم کنین تو ماشین. باشه برو. ما سعی میکنیم برای مجازات تحت ویژه‌ای بگیریم. چه وزارت احتراماتی؟ واقعا شما وزارت اطلاعات نیستید، شما وزارت احترامات هستید. است چه گریه شدیدی میکنم من. خواهش میکنم این کارو نکنید. به جای تخفیف ویژه برای جرمم لطفا یه تخفیف برای فیش تلفنمون بگیرید که خواهر ما انقدر زنگ میزنه به 113. سلام علیکم همشیره. میخواستم بگم الان ما برادرتون رو بردیم، پدرتون هم که قبلا برده بودیم. الان فقط چند وقتی اطلاعاتی از مادرتون نداریم. اینجوری که نمیشه. شما باید تماساتون با 113 رو همه جانبه تر کنید. آره زمین باید بگم مادرتون هم یه چیزایی درباره شما با ما گفته. آره 113 در خدمت همه خانواده های نابا. آره منوچهر با تخفیف ویژه برگشت خونه صحیح و سالم. 113